نام خدا و عرض سلام، یک از شهروندان شهر فیروزکوست و آیت الله نامم است و با کمک خدا و با کمک مردم امشالا تا آخرین قطره خون خود در کنار نیروهای امنیتی دوشا دوش در سنگر در هر حالتی که باشه در کنار مردم خود در کنار نیروهای امنیتی خود و ایره وعده به مردم افغانستان میتین که امشالا تا آخرین قطره خون خود از مردم خود، از خاک خود، از ناموس خود، از تمامیت ارضی خود انشاءالله در کنار نیروهای امنیتی خود استاد هستیم و دفاع میکنیم و انشاءالله که مردم هم همیشه در این راستا سم بگیرن و نیروهای امنیتی را حمایت بکنن و کوشش بکنن. تشکر. اسم عبدالرحمن است از ولایت غور از توفنگ. ما توفنگ برداشتیم با خاطر این که طالب به هر کجایی که باشه ما ایره سرکوب میکنیم. زرنی هستیم، به نیروهای امنیتی خود همیشه کمک هستیم. آفرین. جانب ضیاءالدین مبارز، امهاتی مردم پنجشیر دومی افغانستان سوفق، امهاتی همه جانبه خود از نیروهای امنیتی دفاعی و امنیتی اعلان مینیم ما تا توان داریم تا یک قطره خون در بدن ما باشه، تا نفس به تن ما باشه، پلوی نظام جمهوریت، پلوی اردوی خود، امنیت خود، پلیس خود دفاع میکنیم از وطن. ای تروریست به خدا طالب همه قدر بزنم، به پلوی نیروهای امنیتی همه قدر بزنم که راه تو گم کنی. ای تروریست، ای داعش، ای پاکستانی، ای تروریست، حق خاک دهی وطن حق دخالت نداره. به پلوی نیروهای امنیتی تا زمانی که نیروهای پنجشیر دوم صفاق ولایت غوری واستان زنده باشه و خدا طالب کوچه به کوچه میرفه بود همه قدر بزنم بود به پلوی نیروهای امنیتی خود. زنده باد افغانستان، زنده باد. اما از وقت پیروزی همگی ما رفتیم به خانه خود سلاح خود داشتیم، پس برات کار قریبی خوب. امروز که وطن ما ببینیم برباد شد، وطن ما ویرانه شد، وطن ما به حالتی رسید که ما در چال بر کشور هستن وطن ما فشار بود، پس اقدام به حرکت رو جهاد کردیم که صف برابر با نیروهای دولتی خود ساشیم اقدام به حرکت کردیم که دیگر قیام مردمی کردیم بر علیه کس. خواست نه تنها تمام اقشار جامعه، چی زن، چی مرد، چی طفل، چی بزرگ، همه خواست اینا صلحه، آرامشه، رفاه، آسایشه. جنگ تا به کی؟ بدبختی تا به کی؟ جوان کشی تا به کی؟ فراره؟ امروز مسلحانه جمع شدین، راهپیمایی نمودین، برای دشمن پیام داریم. شما این حرکت شما و این راهپیمایی شما و این جمع شدن شما پیام دارد. پیام برای دشمنی است که دشمن بدارد، دشمنی که او مستعمره و مستاجره کشورهای بیرونی است، برای از او بدارد. و به آن نشان دادیم که این سرزمین سرزمین شیران است، این سرزمین سرزمین مقاومتگران است و این سرزمین سرزمین مردم با عزت افغانستان است. نعره تکبیر! حرکت شما امروز نشان دهنده ایست که طالب بداند، طالب خوب آگاهی پیدا کند که این سرزمین دوباره به دست شما سیارویان و شما سیادیلان هیچ گاه سکوت نخواهد کرد. لایه!
حرکت امروزی شما قوت و انرژی نیروهای امنیتی شما را به مراتب از دیروز بالا میبرد و اونا را مطمئن نسازد و نیروهای امنیتی شما را مورال میده که مردم سلحشور در کنار نیروهای امنیتی خود استاده است تا خون بدهد و دفاع از این سرزمین نماید. نره تکبیر! چهار بیتین پنج شیریا، چهار بیتین اک مردم سوفک، تاریخ گواه است هر کشور، هر ولایت، بالاخره هر ولسوالی و بالاخره هر قوم تاریخشان آیندهشان را مجسم می سازد. حرکت امروزی شما مردم سوفک به معنای ایست که شما نشان میدین به سایر ولایات افغانستان که شما شیر مردانی هستین که هرچند شهید شوید مصممتر از دیروز و قویتر از دیروز در کنار نیروهای امنیتی خود در مقابل دشمن بازم استاده هستین، بازم استاده هستین. مقاومت حق شما است، دفاع از سرزمین حق شما است. خوشبختی بر ما چیست؟ به عنوان یک مسلمان امروز برای خود افتخار میکنم که علمای کرام، بزرگان دین و در مجموع علمای دنیا، حتی مکه معظمه و مدینه منوره علمایشان جمع شد و دفاع مشروع نیروهای امنیتی ما را بر حق دانست و انشالله ای بر حق دانستن افتخار اینه میکنیم که به خاطر دفاع از خود، از سرزمین، از خانه و از ناموس خود که امروز شما سلاح به دوش گرفتیم افتخار شهادت را میکنیم و این دفاع حق ما است و این چیزیست که علمای دین به ما گفته است. علمای دین فیصله نمودن که این دفاع ما دفاع حق مشروع هر مسلمان است و در مقابل دشمن استاده شوید، اگر کشته شوید شهید و اگر بکشید قاضی بکشید خوب بکشید. هیچ نه حراسه، حراسیدن گناه است. بکشید، هیچ قوت اینانی هم اینا توانایی را ندارن. اینا اینقدر مردانگی و اینقدر شامت و اینقدر وطن پرستی اگر می داشتن، اینا اگر به فکر حکومت داری می بودن چرا مال بیت المال عریض میکنم؟ چرا مال بیت المال به تاراج میبرم؟ چرا برنامه برای حکومتداری ندارم؟ چرا برای فرزندان و برای آینده فرزندان این سرزمین هیچ طرح و برنامه ندارم؟ چرا برای مبارزه با فقر و گرسنگی اینا کدام برنامه نداشتن و ندارن؟ اینا چرا خط اینا به مسیر روانم، به خط روانم که مار در تاریکی و در مسیر روانم که مار به عقب میرانم؟ پس این حق شما است که به خاطر اولاد خود، به خاطر فرزندان خود و به خاطر آینده نسل جوان خود برسمین، خون برسین. شهادت افتخار ما است و ما آرزوی شهادت رو میکنیم. جوانان سوفک، مردم با غیرت و سلحشور سوفک، شما در خط مقدم این شهر قرار دارید. حرکت امروزی شما دو پیام داره. یک پیام ایست که اطمینان میدین برای مردم شهرنشین خود در فیروزکوه که مردم شهرنشین فیروزکوه جوانان سوفک هرچند که شهید شد، هرچند که زخمی شد، هرچند که معلول شد، از این سرزمین دفاع میکنن. این سرزمین سرزمین شما است، این پیام شما است، این پیام شما برای نیروهای امنیتی شما است که نیروهای امنیتی اردو، پلیس و امنیت ملی شما تنها نیستید. این پیام برای
جوانانی که درس میخوانند در مکتب هستند و برای محصلینی که خارج از این ولایت هستند، این پیام به شما سوفیکی است که نهر حسین دشمن چیزی نیست که بازی او وارد شهر شود و شما کمربند شهر، حرکت امروزی شما قوت و نیروی مردمی را در شهر تقویه بخشید. از شما سپاسگزاری میکنم. روی شهید سید نور خداوند شاد داشته باشه و شهادت از او قبول کنه. او امروز نیست، اما اولادش، پسرش با جوانی کمر بسته و این کمر بسته کردن به خاطر منفعت شخصی خود نیست، این به خاطر منافع مردم و به خاطر منافع مردم فیروزکوه. هیچگاه حکومت محلی خدمات انسانهایی که به خاطر دفاع از این ارزش ها او خدمات انجام داده او را فراموش نخواهد کرد. حکومت محلی، اداره محلی، نیروهای نظامی ولایت فیروزکوه در کنار شما است. شما را تنها نخواهیم گذاشت. هیچگاه شما احساس تنهایی نکنید. پشت شما انشاءالله بعد از خدا به کوه هست و او کوه نیروهای امنیتی شما در شهر فیروزکوه است. شما تنها نیستین. یک وقتی اگر کسی میاید برای شما کدام تبلیغات منفی میکنه، شما متوجه از این باشین که شما تاریخ سازان آینده است، فرزندان خود هستین. یک روزی از موسا میشه که شما ادعا میکنین که بله، ما مردم سوفک از این سرزمین دفاع کردیم، ما در خط اول مقدم جبهه بودیم. این بزرگترین عزت و بزرگترین سرمایه برای فرزندان و برای شما است. یقین داشته باشید که